یکی از کارهای حکومت در پیشبرد سیاست سانسور در جامعه مطبوعاتی و کتاب در قبل از انقلاب 57 تنظیم فهرست کلمات ممنوع و نویسندگان ممنوع القلم بود. کلماتی مانند جنگل، گل سرخ، شب، لاله، زمستان، پلیس و فهرستی از نویسندگان ممنوع. احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، اسماعیل خویی، سیروس تاهباز، محمدعلی سپانلو، عبدالحمید مصدق، سیاوش کسرایی، شهرآشوب امیرشاهی، احمدعلی خاوند، فریدون سلک گیلانی، محمدرضا باطنی. اون وقت تو پرانتز نوشته فقط مقالات ادبی و زبانشناسی قابل چاپ است. منوچهر صفا، شیخ مصطفی رهنما، رحمان حاتفی منفرد، جهانبخش نورایی، جهانگیر بهروز، محمد صدرایی اشکیوری، ناصر مکارم شیرازی، ناصر زرفشان، جلال آل احمد، صمد بهرنگی، اسماعیل شاهرودی. که البته این فقط یکی از اون لیست هاست، بیش از 10 تا لیست وجود داشته که این یکی از اون لیست هاست. نویسندگان که نام شماری از آنان را جواد مجابی مرور کرد، در اعتراض جمعی به سانسور اولین جلسه رسمی هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران را در فروردین سال 47 تشکیل دادند و در اردیبهشت همان سال در یک گرد همایی 49 نویسنده به عنوان هیئت مؤسس کانون شروع کار کانون نویسندگان ایران را رسما اعلام کردند. در نخستین بیانیه کانون که به سال 1347 منتشر شد آمده است: آزادی اندیشه و بیان تجمل نیست، ضرورت است. ضرورت رشد آینده فرد و اجتماع ما. و بر اساس همین ضرورت است که کانون نویسندگان ایران فعالیت خود را بر پایه دو اصل زیرین آغاز می کند. یک، دفاع از آزادی بیان با توجه و تکیه بر قوانین اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر. دو، دفاع از منافع صنفی اهل قلم بر اساس قوانینی که روابط میان مؤلف و ناشر با سازمانهای عامله کشور را به نحوی عادلانه معین و تنظیم کند. منظور بیانیه کانون از سازمانهای عامله کشور البته همان نهادهای سانسور بود. امیر حسن چهلتن از اعضای کانون نویسندگان ایران: کانون نویسندگان از بدو تأسیسش تا به امروز معترض جدی سانسور کتاب. سانسور به طور کلی یا در واقع مدافع آزادی بیان و معترض به سانسور و احتمالاً یا حتماً برای همینه که در حال حاضر اجازه فعالیت ندارد و به طور کلی در این عمر 40 ساله شاید تعداد سالهایی که تونسته به طور نسبی آزادانه فعالیت کنه حتی 1/10 طول عمرش رو هم شامل نمیشه، که الان هم ما در یکی از اون دورانهای فترت به سر میبریم که از سال 80 آخرین مجمع عمومی کانون تشکیل شد و انتخابات شد، از اون به بعد تا به امروز دیگه اعضای کانون نویسندگان امکان برگزاری مجمع عمومی رو نداشتند. زندان و ممنوع القلم شدن و عدم صدور مجوز برخی کتابها که حتی به طور مشخص به دربار و شخص اول مملکت هم نظر نداشت، به رسمیت شناخته نشدن تشکل مستقل نویسندگان ایران از طرف حکومت در قبل از انقلاب که نشانه از ناخرسندی حکومت و نویسندگان از یکدیگر بود، و بی‌نظمی و برخوردهای سلیقه‌ای افراد صاحب منصب با سانسور نشریه و کتاب، چنان که پیشتر از زبان وزیر اطلاعات و جهانگردی پیش از انقلاب شنیدیم، سبب شد که خود این وزیر که روزنامه‌نگاری قابل بود و از پایه‌گذاران نخستین سندیکای روزنامه‌نگاران در ایران، در تابستان 56 پیشنهاد وزارت را بپذیرد. داریوش همایون می‌گوید او فکر مدرن کردن فضای نشر عقیده و بیان در ایران را داشت و به محض رسیدن به وزارت جهت نظم دادن به امور دستورالعمل سانسور را ابلاغ کرد. داریوش همایون میگوید با ابلاغ این دستورالعمل امر سانسور کاملا زیر نظر وزارت اطلاعات و جهانگردی قرار گرفت و از زیر نظر ساواک و برخوردهای سلیقه‌ای جدا شد. آنچه که من به عنوان روزنامه‌نگار باش روبرو بودم یک بلبشوی محض بود. هیچ خطی، مرزی معلوم نبود. همه چیز روی روابط بود، روی لحظه بود، قاعده و قانونی نداشت.
علاوه بر این برای اینکه ما سانسور رو بر می داشتیم چون هدف این بود که به هر حال این سانسور برداشته بشه، ولی نمی توانستیم یک باره بگیم هر چی هر کس داشت میخواد بنویسد، برای اینکه یک روز دو روز بیشتر این موضوع ادامه پیدا نمی کرد. باید در نظر داشت که دستگاه هایی بودن در کشور مثل وزارت خارجه، مثل وزارت جنگ، مثل انرژی اتمی، اینا مستقیما زیر نظر شاه کار میکردن یا سازمان امنیت، و اینا رو نمیشد به روزنامه گفت هر چی دلتون میخواد بنویسید. بعد میامدن و اصلا تمام دستگاه رو هم میزدن و بعد مرحله مرحله انجام میگرفت. برای اینکه این کار انجام بگیره، این مراحل طی بشه، اولی مرحله این بود که حدود سانسور معلوم بشه. اون موقع قصد من این بود که به تدریج مرزهای سانسور رو عقب ببرم، یعنی اول کل دستگاه دولتی رو منهای اون چه زیر نظر شاه بود. اما انقلاب 57 نه به داریوش همایون و نه به هیچ صاحب منصب دیگری اجازه نداد تا نتیجه گام به گام از طرح‌هایش بگیرد. انقلاب با نشاندن دین بر مسند قدرت، معیار آزادی اندیشه و بیان را تفسیر دولت مردان از دین قرار داد و با شمشیر سانسور اندیشه و بیان را دو قسمت کرد: خودی‌ها و غیر خودی‌ها.